أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أولاً معذرت هایی کنم، باعث زحمت آقایان شدیم، قاطعا از راه های دور یا از راه دور یا از راه های دور به اینجا تشریف بردن. من یادم میاد که اوائل انقلاب تو مرکز شما مدت های مدیدی میامدیم اونجا درس داشتیم با یک مجموعه از جوانان اون روزگار. بعدم دیگه ارتباطمون قطع شد و حالا از این بگذاریم. این مقدمه بود برای آشنایی. زندگی ما، زندگی که الان ما داریم، شما یا بنده، چه بخواهیم چه نخواهیم به سوی یک هدفی می رود. این کارهایی که من میکنم منو به یه جایی میرسونه، کارهایی که شما میکنید شما رو به یه جایی میرسونه. ممکنه مثلا من تصور اونجا رو نکرده باشم، همینطوری دارم زندگی میکنم که معمولا هم اینجوری است. مثلا ببینید، پدر شما رو به یک دبستان برده، خب اون دبستان رسونده ما رو تا مثلا دبیرستان. دبیرستان هم مثلا قاطعا پدر انتخاب کرده، خانواده انتخاب میکنن دیگه. ابتدا بچه اینقدر رشید و بالغ نیست که خودش دبیرستان خودش رو انتخاب کنه معمولا. خب پس دبیرستان رو هم انتخاب کردن و ممکن است من اون دبیرستان رو به پایان رسنده باشم، ممکن است خودم بعدها مثلا کمی تغییر داده باشم. در هر صورت دبیرستانم به پایان رسیده. خب برای چی بوده؟ برای اینکه من به یک دانشگاهی بروم. خب به یک دانشگاهی دیگه حالا یواش یواش خودم انتخاب میکنم، به یک دانشگاهی رفتم و یه سرانجام این دانشگاه داشته، حد لیسانس بوده یا حد دکترا بوده یا تا بالاتر بوده. خب اینا همه یه راهی رو من رفتم، هدفی که از این مقدار از راه داشتم این بوده از که بعدها یک کار محترمی، یک کار مثلا با حقوق خوبی برسم. ممکنه در این اواخری که دیگه یواش شدم به دانشگاه میره و دیگه صاحب فکر و اراده مستقل هست، یه چیزایی بهتری هم نیت کرده باشم. ممکنم نه، فقط من به دنبال یک کاری بودم برای یک زندگی بهتر آینده. اگر برای یک کار بهتری در تأمین زندگی آینده هم بودم که خب حالا بعدم پرس کنم که 40 سال، 50 سال، 30 سال مثلا میگیم تبابت کردم یا کارهای مربوط است به مربوط به پزشکی انجام دادم، خب این کار کار خوبی است چون خدمت به مردمه. اما من آن را برای چه کردم؟ این کار را انتخاب کردم برای چه کردم؟ این انتخاب برای چی بوده؟ برای خدمت به مردم بوده. خوبه، بارکلا. برای زندگیم بوده، اب نداره. زندگی از یک راه
صحیح حلال خوبه، انتخاب کاری کردم، کار صحیح بود، حلال بود و مفید بود. خب زندگی منم اداره شد و مثلا وضعم خوب شد. آخر که زندگی پایان میپذیرد، من اگر به دنبال خدمت به مردم بودم به یک پایان میرسم، اگر برای زندگیم بود که خب اونم یه پایانی دارد و به یه پایان میرسم. خب میگم از کل این زندگی که حالا بخشش رو من انتخاب کردم، بخشش رو انتخاب نکردم، اون پیش آمد بود و مثلا انتخاب دیگران بود، ما میپرسیم آخرش چی؟ آخرش چی؟ آخر آن راهی را که 70 سال 80 سال من پیمودم چی؟ در نامه عمل من، در زندگی نامه من نوشتند که 60 سال در راه خدمت به مردم کوشید، برای معالجه مریضان که مریض معمولاً مضطره. اگه مضطر نباشه، به خصوص ایرانی مضطر نباشه، پیش طبیب نمیره تا بتونه همیشه زندگی کنه میکنه. خب برای نجات مضطران کوشید، نظرش چی بود؟ نظرش خدمت بود. این معناش می شود که من یک عمری را به نوعی عبادت گذراندم. اگر من عمری را به نوعی از عبادت گذراندم، این یه ثمری دارد برای بعد از این عالم، که بعد از این عالم زندگی اصلی ماست. اینجا یک زندگی موقتی است که اگر آدم آن را به خوبی طی کند، به سرانجام خوب میرسد. اگر معمولی انتخاب کند، اونم خوب بالا ناگزیری ثمری بر خودش خواهد داشت. یه آقای از خیشان ما بود که این مدیر مدرسه بود و خیلی برای نماز بچه‌ها، برای قرآن بچه‌ها، برای این به اصطلاح چیزهای دینی بچه‌ها قصه می‌خورد و کار می‌کرد. بعد از وفاتش خوابش رو دیده بودن، هم بچه‌هاش گفتن، گفته بود من اینجا معلم قرآنم. شما اینجا معلم قرآن بودی، خب آنجا هم معلم قرآن خواهی بود. حالا معنیش چیه کار نداره، ما اینجا معلم قرآن بودی، اونجا معلم قرآن بودی، اینجا خدمتگزار به مردم بودی، میکوشیدی برای خدمت به مردم، و اونجا یه ثمری داره. من زندگی کردم، کارم برای زندگیم بود، مثلا کوشیدم یه زندگی بهتری برای خودم و زن و بچه‌ام تأمین کنم. خب این نمیدونم اون برای چی میشه آدم. خب هر که پاکدامن زندگی کرده باشد، زندگی کرده، اصلا برای زندگی بوده، همه کوششاش برای زندگی بوده، اما پاکدامن بوده، خب این یه نتیجه ای داره. در هر صورت به هر نوعی من اینجا راه رفتم، همان نوع آنجا ادامه خواهم داد. این آدم میتونه تکلیفش رو خودش اینجا تعیین کنه که من آینده میخواهم چه باشم. خب آینده میخواهم چه باشم، اینجا قدرت تعیین داری، تعیین سرنوشت خودت اینجا قدرتش رو داری. از اینجا که بگذره دیگه تعیین سرنوشت با تو نیست، طبق ساختمانی که ساخته ای زندگی خواهی کرد. گلستان ساخته ای، در گلستان زندگی خواهی کرد. آتشخانه ساخته ای، آتشخانه
آتشخانه زندگی خواهید کرد. به من و شما که من چجوری الان لباس من چجوری شما لباس چجوری هم ربط نداره. به نوعی که زندگی کرده ای قرآن داره. آیاش براتون گیر بیارم. در سوره انشقاق داریم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای انسان، نه ای مسلمان، انسان، این سرنوشت انسان است. انسان انک کادح الی ربک، تو میکوشی یه راهی را میروی و سرانجام این راه این است که به خدای خودت میرسی. تا ربت یعنی قیامت. قیامت روز ملاقات با خداست. چگونه؟ چگونش میگیم؟ یا ایها الانسان انک کادحون. کادحون رو میگن یعنی کوشش همراه با رنج. زندگی آدم اینجوری دیگه، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 50 سال، 40 سال زندگی میکنن. این زندگی هم قاعدتاً همراه با رنج. خب انک کادحون الی ربک کدحا، تو میکوشی، سیر میکنی، راهی را میروی، تا نزد پروردگارت میروی، این راه را با رنج طی میکنی که همه کس ورو اعلی حضرت همایونی هم باشد زندگیش همراه با رنجه. کسی که سراسر دوران زندگیش را به راحتی و خوشی گذرانده باشد وجود ندارد. کم و زیاد داره، فقط رنجش کم و زیاد داره. انک کادحون، تو سیر میکنی تا نزد ربت، تا پایان. عمر شما یه سیره. ورو ساعتی میخوابی، در اون ساعتی هم که میخوابی آن ساعت را هم مشغول پیمودن یه راهی هستی که در پایان آن به ملاقات الهی خواهی رسید. خب پس او را ملاقات میکنی. این پس او را ملاقات میکنی رو دوتا تفسیر میتوان کرد. آن زحمت و رنجی که کشیده ای ملاقات خواهی کرد، درسته. بعد از این عالم ما وارد می شویم بر سر سفره ای که خودمان آن را پهن کرده ایم. هیچ چیز دیگه هم نیست. هیچ کسی برای ما بر سر آن سفره چیزی نمی آورد. من میرم سر سفره خودم. شما صبح، مثلا عرض میکنم، صبح مثلا خانم شما گفته است که من مثلا امروز نمیدونم، من خیلی کار دارم، نمیتونم یه غذای مثلا چطوری برای شما بپزم. شما 4-5 تا تخم مرغ بگیر، زور مثلا املت میخوریم. خب شما اگه صبح 5 تا تخم مرغ گرفتی با مثلا نیم کیلو گوجه فرنگی و این مقدار روغن، زور املت میخوری. شما املت پخته بودی، آورده بودی خونه، هرچی اردی بر سر همون سفره میروی. آنجا هم همینه. آن خیلی مهمه ها. شما اگر در سرنوشت خودت یک گل کاشته ای، بر سر اون یک گل خواهی رفت. اگه یک باغ، یک باغ، به آن باغ خواهی رفت. یه دوستی ما داریم، این اعیان زاده است، اعیان قاجاری است که حالا دیگه اعیان نیستن، دیگه اعیان قاجاری دیگه اعیان نیستن، اما یه چیزایی از پدر را رسیده. از جمله این که پدر ایشون، اون دوست ما، پدرش با یه وزیری در زمانه طاغوت دوست بوده.
اون وزیر برای ایشون حکم کارمندیه، مثلا یه درجه بالایی در وزارت خونه خودش نوشته، اما ایشان فقط ماه به ماه مراجعه میکرده، حقوق خودش را دریافت میکرده، اصلا به اون وزارت خونه نمیرفته. در عمرم متاسفانه در عمرم یک رکعت نماز نخوانده بوده. این دوستمون اهل نماز جبهه رفته بود و خیلی هم سخت مجروح شده بود و حالا هم هست، مسلمانه، نماز خونه. بهشون گفت من در کنار، خیلی داستانش عجیبه، من بارها اینو نقل کردم برای دوستانمون. این گفت من در کنار تخت او در بیمارستان خوابیده بودم، صبح بیدار بودم، اول اذان نگاه کردم دو سه تا کبوتر بر لبه پنجره اتاق ما نشسته است. با یه فاصله اندکی بوی بد تعفنی شنیدم. اینقدر این بو بد بود که اگر ادامه میافت من میمردم. میشه با یه فاصله اندکی دیدم پدرم تموم شد، جان داد. این مشاهده اولیه. فردا پس فردا نمیدونم چند روز بعد کی شب در خواب دیدم پدرم رو لخت یه سنگی در یه بیابان خشک، یعنی خار تو اون بیابان نرویده. این به یک سنگ با اون بدن لخت تکیه کرده، هیچی نداره. و شما این آقا برای اون عالم خودش خب یه رکعت هم نماز نخونده بوده، یک ریالی خرج نکرده بوده، زندگی راحتی کرده. چرا؟ چون 16 است و با اون آقای وزیر رفیق بوده، هیچ کار دیگری نکرده. شما اگر سفر حج رفته باشی میدونی سفر حج سفریست که زحمت داره توش. خب این زحمت یه روزی به درد میخوره. میان اون شبی که شما از عرفات حرکت کردی تا بری به طرف مشعر و بعد بری طرف منا مثلا 12 کیلومتر راه بود، راه ناشناخته، زحمت داشت، سنگ و کلوخ و اینها واجب بود، باید بری. مثلا میگم مثلا میتونستی تو خیمه های عرفات بخوابی، فردا یه ماشین پیدا کنی بعد راحت بری، دوتا واجبت از بین میرفت. خب بره، نمیخواستی اینجوری باشی، میخواستی واجباتت رو انجام بدی. یعنی برای خاطر خدا رنج 12 کیلومتر پیاده روی رو با اون شرایط مشکل کشیدی. یا مثلا فرض کنه که اینایی که به زیارت اربعین رفتن این رنج 80 کیلومتر راه رو به تن خریدن، تشنگی هم ممکن بود بکشن، نمیتونم گرسنگی هم بود ممکن بود بکشن، کمخوابی، بیخوابی، مثل از حرفا این رنج ها رو کشیدی و این رنج ها برات گل به بار می آورد. این هیچ کاری نکرده. ببینید بگفت اون بیابان مثلا حتی یه ذره، یه دونه برگ سبز توش نبود. برگ سبز باید خودت بکاری. گل اگر توی سرنوشتت باشد خودت کاشتی. آیه رو برکردیم،
ای انسان تو به سوی ربت در سیری هستی، این سیر همراه با مشقت است. پادشاه عالمی مشقت است. یه آدم فقیر معمولی هستی، مشقت است. کارگری مشقت است. امیری، وزیری مشقت است. خب این راه رو شما چه بخوای چه نخواهی میروی. زندگی رو دست ما نیستش که من زندگی میکنم 70 سال بعدم تموم میشه، زندگی میکنم 80 سال بعد تموم میشه، دست من نیست، نه آمدنم نه رفتنم. اما یه چیزیش دست منه، مهم بشینه چگونگی این 70 سال پاک بود، پاک گذراندی 70 سال، یا خدای نکرده ناپاک بم مال مردم به ثروت رسیدی و به قصر رسیدی، یا نه با زحمت و رنج رسیدی، حلال و پاک بود. همیشه می کوشیدی نمازتو اول وقت بخوانی، یه کوشش یه زحمت، یا نه هر وقت پیش اومد می خوندی. این زحمت ها یه روزی به ثمر می رسه، تبدیل می شود به آن زحمت و رنج را ملاقات خواهی کرد. تو یه زندگی میکنی، در طول این زندگی داری یه راهی رو میروی، در پایان این راه این زحمت و رنجی که در طول این راه بردی کشیدی ملاقات خواهی کرد. رحمت هات این راه که رفتی برات گل ببارآورد یا آتش به بار آورد. حالا دقت کنید، اینو میخوایم عرض کنیم. فاما کلمه ف در زبان عربی یک کلمه است، معنیش یعنی نتیجه. تو سیر کردی طول عمرت و حالا پایان یافته است. فاما یا در نتیجه نامه عملت را به دست راستت میدهم، یعنی خوشبختی. اینجا دارد یا نامه عملت را از پشت سر به تو میدهند، دست چپ به تو میدهند از پشت سر. این یعنی فهم. تو 70 سال راهی را پیمودی، زندگی کردی، عبارته زندگی کردی راهی را پیمودی. یکیه معنیش، یکیه لفظش، دوتاست. تمام این راه زندگی کردی یه راهی بود که رفتی. این راه ف یا در نتیجه همین زندگیت. عرض کردم من ورودم به این عالم دست من نبود، رفتن از این عالم دست من نیست، اما طول این زندگانی دست منه. میتوانی پاک زندگی کنی، نتیجهش این است که نام عملت را به دست راستت میدهم. خدای نکرده با دزدیدگری زندگی کنی، کم بذاری، کوتاهی کنی، جون مردم ارزش نداشته باشه برات، خب یه چوری میشه. فهم من اوت یا کتاب هو به یمینه، اما آن کس که نامه عملش به دست راستش داده شد در نتیجه زندگی، در نتیجه زندگی پاک، نام عملش به دست راستش داده شد. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یک حساب سهل بر او هست. مثلا میبرن پیش بازپرس، بازپرس میگه شما نماز خوندی؟ یا بله من کوشیدم نمازمو درست بخونم، همیشه سعی کردم اول وقت بخونم. خب باشه قبول. روزه ها تو چی؟ بیا روزه ها من کوشیدم گرفتم همش رو، سعی کردم درست بگیرم. قبول. 5 تا ازت سوال میکنن، بعدم میگن قبول، برو. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، حساب اگر
پاک بود؟ بگم آن کس که حسابش پاک هست. خب بعد چی؟ پرواز به بهشت. آقا 5 دقیقه حساب این کشید. خب چیکار کنیم؟ درست بود حسابش. اما اگر خدای نکرده، من هر روزم اگر بخوام حساب کنم بینم توش 10 تا مشکل ایجاد کردم. مال مردم، جان مردم، آبروی مردم و و و. خب این کش میاد حسابش، دونه دونه رو نگرش میدارن که چرا این کارو کردی. تو یه روزی با پدرت و مادرت داد زدی، آنها دل شکسته شدند، با رنج مدت‌های مدید. یه دوستی من داشتم توی روزنامه کار میکرد که روزنامه خوبی نبود. وقتی من ندیدم با من بحث کرد، میخوام عرض کنم من شاید چندین ماه ناراحت بودم، مثل که چندین ماه من مریضم، واقعا مریض بودم من از روحی. پس میشه 2 دقیقه آدم حرف میزنه با پدر مادرش داد بزنه، اینا 1 سال رنجش تو دلشون بمانه؟ خب نمیشه که 1 سال پدر مادر تو رنجید خاطر کرده ای. اگه حلش کردی، از دلشون در آوردی، خب بارکالله حل مشکل. اما اگر اونها با رنجیدگی از تو از این دنیا رفتند، خب این سخت میشه دیگه، حسابت ساده نیست. یه قصه هایی میگن برای قیامت. قصه سالا فرض کنید، میگه خورشید بالای سر توست، مثلا بنده 1 متر، آقا خورشید بالای سر من باشه، من ذوبم نمیشم، حتی ذوبم نمیشم، اشتباه بالاتر میشم. مثلا زمین قیامتش آقا مثل گداخته است، نمیشه که بابا. بعد اینو شما قصه بدونین فعلا. و بعد میگه که آدم از حسرتی که روز قیامت میکشه این سند داره میجوه. خودم کردم، بیا خودم کردم. مجبور بودم بکنم؟ نه، مجبور نبودی. ممکن بود به سختی بیفتی، اما مجبور نبودی. هر کس که پاک زندگی کرد، نامه عملش را به دست راستش میدهند. حسابی سهل و آسان. اما آن کسی که نامه عملش را چی؟ بله، و ینقلب الی اهله مسرورا، به سرعت به میان خانواده بهشتیش می رود. خانواده بهشتی، بهشتی ها، با شادمانی می رود. کسی که اینجا برای دیگران رنجی به بار نیاورده است، همیشه کوششش برای این بوده است که دردی دوا کند، رنجی برطرف کند، غصه دیگران را. این با شادمانی می رود. آقا شادمانی اونجا چقدره؟ زمانش چقدره؟ بفرمایید.
ابدی، یه شادمانی ابدی. اینجا شما چند سال زنده بودی؟ چقدر خدمت به مردم کردی؟ 70 سال 80 سال. اون هر چی، این یه شادمانی به بار می آورد که ابدیه. نه از این شادمانی ها. اینجا آدم مثلا فرض یه روز خیلی خوشی داره، مثلا خسته میشه. نمیتواند به طور مدام تمام زندگیش خندیده باشد. نمیشه. اینجا تو این عالم جاش نیست. آدم خسته میشه از شادمانی. اونجا از شادمانش خسته نمیشه. هر لحظه شادمانش افزوده میشه. عددهای اون عالم بی نهایته. نوعش، ساختمانش از نوع بی نهایته. حالا دیگه عرض نمی کنیم، کتا می آیم. و اما من بودی کتاب هو ورا از زهرهی، اما اون کسی که نامی عملش را دست از پشت سر به او می دهند یا توی آجات دیگر به دست چپش می دهند، اون چی میشه؟ فسوف ید او صبورا. همش داره می زنه تو سر خودش. ای خاک بر سر، ای کاش مرده بودم، ای کاش نبودم. اینجوری عرضم. خب امیدوارم که خدای متعال برای همه ما سرنوشتی از نوع اول رقم بزند، مرحمت کند، کمک کند، توفیق بدهد که ما عمرمان را به خدمت به مردم بگذرانیم. چیز را تو زندگیمون کم نذاریم، از وظایفمون چیزی کم نذاریم. وقتی داریم میریم پیمونمون پر باشه، همه نمازها خونده شده، همه روزها گرفته شده، همه حقای مردم پرداخت شده، همه اون چی که وظیفه داشته ایم به درستی انجام داده باشیم. لازم نیست که شما 24 ساعت نماز بخونی که کار درست بکن. طبیبی کار درست بکن. آزمایشگاه هستی، در آزمایشگاه کار درست بکن. ساعتتو درست بزن. چیزی رو کم نذار. اللهم صل على محمد وآل محمد. ان شاء الله که همه حاضران، خانم ها و آیان به آنچه که خدا میخواهد دوست میدارد موفق باشند و به آنچه خدا میخواهد دوستان او برای همه، خدا میخواهد برای همه تو بهش جا درست کرده. همه جا دارن. جا تو جهنم تو بهش جا دارن. لذا اونایی که انتخاب بد میکنن جاشون به ارث میرسه به دیگران. قرآن داری همیسته. او میخواسته است که همگان به بهترین برسن. به بهترین. ما گاهی تنبلی میکنیم، گاهی کوتاهی میکنیم. یادم هست یه دایی من داشتم که خیلی مرد خوبی بود. این پاش خیلی درد میکرد نواخر. بعد شو میگفتش که میترسم من کوتاهی کرده باشم در جوانی.
این درد پا ثمره کوتاهی های جوانی من باشد. اینجوری اگر کوتاهی آدم بکند خب یه نتایجی، یعنی خدا باید کمک کند.